سازمان دیدبان حقوق بشر با فرارسیدن سومین سال روز به قدرت رسیدن حکومت طالبان میگوید که نقض گسترده حکومت حقوق زنان و منتقدین از سوی حکومت طالبان میلیون ها افغان را تهدید میکند. از سوی دیگر رواداری یک ناد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نشر گزارشی گفته است که نقض حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک در حاکمیت طالبان رو به افزایش است. تبریک شنیدید همکارم جیلا نوری جزئیات بیشتری معلوم این موضوع را دنبال کرده و با ماست. جیلا جان کم بیشتر از نظریه دیدبان حقوق بشر برای بیننده معلومات بده. تشکر لینا جان. دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه به خاطر سومین سالگرد حکومت طالبان در افغانستان گفته است که زنان و دختران افغانستان تحت حکومت طالبان بدترین کابوس خود را تجربه میکنند. همه دولت ها باید از تلاش ها برای پاسخ قرار دادن رهبری طالبان و همه کسایی که مسئول جنایات جدی در افغانستان هستند حمایت کنند. هیدربار به صدر آمریکا گفت که با آنکه امسال یک سالگرد بسیار دشوار بر افغانستان است و طالبان تمام حقوق زنان را حذف کردند، اما این پروسه تمام نشده و وضعیت در حال بدتر شدن است. از سوی دیگر رواداری یک نهاد نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگه که در 6 ماه نخست امسال نقض حقوق بشری و تبعیض در حاکمیت طالبان افزایش یافته و نقض حق حیات به شمول قتل های هدفمند، مرموز و فراقضایی و حملات انتقام جویانه در بخش مختلف افغانستان ادامه یافته است. این نهاد در 6 ماه سال گذشته میلادی حدود 516 مورد نقض حق حیات شهروندان افغان ثبت کرده است. توجه کنید به این گزارش. دیدبان حقوق بشر میگوید که 3 سال روز تسلط دوباره طالبان در افغانستان یادآور بحران تاریک حقوق بشری در این کشور است. این نهاد نوقت یک شنبه با نشر اعلامیه به مناسبت 3 سال روز حکومت دوباره طالبان در افغانستان گفته است که این گروه از زمان به قدرت رسیدن در 15 آگوست 2021 بدترین بحران حقوق زنان در جهان را ایجاد کرده است. در اعلامیه نهاد به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف 6 و نیز تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها، نقض آزادی تردد زنان و دختران، ممنوعیت کار و ورزش زنان، برچیده شدن ساختارهای حفاظتی زنان در برابر خشونت‌های جنسیتی و ایجاد موانع برای دسترسی به مراقبت‌های صحی اشاره شده است. هیدربار میگوید امسال یک سالگرد بسیار دشوار برای افغانستان است به خاطر که طالبان تمام حقوق زنان را حذف کردند. این پروسه هنوز تمام نشده است و وضعیت بدتر شده است. وضعیت بسیار بسیار دشوار برای دختران و زنان افغان است که باید در برابر آن خواهان اقدام شویم و باید کشورهای جهان موقف اتخاذ کنند تا از یک راه تازه تر به این بحران رسیدگی شود و تشخیص داده شود که تا کنون روش های آنان برای اعاده حقوق زنان و دختران افغان کارساز نبوده است و باید طالبان در برابر تخطی های حقوق بشری و جرایم علیه انسانیت مسئول قرار داده شوند. پرستو یاری مدافع حقوق بشر به صدر آمریکا گفت با نادیده گرفتن حقوق اولیه انسانی شهروندان هیچ حکومت دوام نمی‌آورد. نظامی که به حقوق مردم او کشور و شهروندان او کشور تمکین نکنه عمرش کوتاه است. چی دیر یا چی زود. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر در نیلامیه به مسئله کمبود شدید بودجه برای عملیات امدادرسانی در افغانستان و نیز بازگشت و اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان اشاره کرده و گفته است که قطع کمک های انکشافی بحران بشری در افغانستان را تجدید نموده است. طالبان در مورد نشر این گزارش تا کنون واکنش نشان ندادند و پیش از این همواره ادعا کردند که حقوق شهروندان و زنان افغان به اساس شریعت اسلامی تامین است. این در حال است که رواداری یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان، وضعیت حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بشری زنان و گروه های قومی مذهبی آسیب‌پذیر تحت حاکمیت طالبان را در 6 ماه نخست سال 2024 بررسی و تحلیل کرده که نشان می‌دهد که در این مدت نقض حقوق بشری و تبعیض سیستماتیک در حاکمیت طالبان رو به افزایش است. فرشته عباسی میگوید که اقلیت‌های مذهبی با تبعیض از جانب طالبان روبرو است. کنار از اینکه طالبان فضا را تنگتر ساختن و خفقان‌آورتر ساختن بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، به حفاظت از اینا هم ناکام بودند. شما می‌بینید که داعش هنوز در افغانستان اقلیت‌های مذهبی را مورد حمله قرار می‌ده بدون از اینکه طالبان بتانن امنیت اینا را در افغانستان فراهم بکنن، با وجود از اینکه به عنوان گروه حاکم مسئولیت دارن تحت حقوق بین‌الملل که از اقلیت‌های مذهبی محافظت بکنن.
رواداری گفته است که با وجود کاهش تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هدفمند انتحاری و انفجاری، اما موارد متعدد نقض حقوق بشر به خصوص بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی، شکنجه منجر به قتل، ناپدید کردن اجباری و تطبیق مجازات ظالمانه و غیر انسانی در مقایسه با زمان مشابه در سال 2023 به طور قابل توجه افزایش یافته است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.